ما الان داریم فرض بفرما بندر شهید رجایی رو تو حوزه کانتینری توسعه میدیم، بندر امام رو تو حوزه کالاهای فله. مثلا ما الان در حال حاضر تقریبا 800 هزار تن سیلود که تو دولت شروع شده داریم تکمیل میکنیم این سیلوها، که یه حدود 300-400 هزار تنش انشاءالله تو همین هفته دولت با توجه به این که بله کالاهای اساسی، خب کالای اساسی نیاز روزمره مردم است. بله. ما تو یک سال اخیر 25 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور کردیم. این برای اینکه مردم خیالشون راحت باشه. این ارقام، حالا ما که 30 ساله تو این حوزه داریم کار میکنیم، این ارقام تو سالهای گذشته مثلا 6 میلیون تن بوده، 7 میلیون تن بوده. با توجه به بحرانی که ایجاد شد در رابطه با اوکراین، سیاست بسیار خوبی که دولت اتخاذ کرد برای اینکه اطمینان حاصل بشه که مردم واقعا همیشه کالای اساسی مثل گندم، جو، روغن و شکر و این جور مباحث کالاها وارد میشه، سویا 24 میلیون تن الحمدلله الان ما ذخیره استراتژیکمون کاملا خوب هست، الان تولیدات داخلیمون هم به این اضافه خواهد شد و ما خیالمون راحت خواهد شد. توی حوزه بنادر بزرگ، خب توسعه های بزرگ تو بندر شهید رجایی، تو بندر امام خواهیم داریم و الان به شدت در رابطه با اون دستور حضرت آقا در رابطه با ایجاد بندر مکران، بندر جدیدی، بندر بزرگ داریم روش کار میکنیم، مطالعاتمون رو آغاز کردیم و امیدواریم که به محض اینکه وزارت نفت زمین در اختیار وزارت نفت است، در اختیار ما قرار بده، توی یک بندر بزرگ خارج خلیج فارس کار بکنه.